های سینا و لاکی. این داستان لاک پشت ها. وای این چقدر قشنگه. آره نگاه کنه. آره سینا جان پسر گلم دیگه دیر وقته، شایانه باید بره خونهشون، یه وقت مامانش دل با پس میشه. آه حیف شد، بازیمون داشت به جاهای خوبش میرسید. آره ولی دیگه باید برم، فردا بازم میام. خب ما رفتیم، خداحافظ. خداحافظ. خب سینا جان قبل از خواب مسواک یادت نره پسرم، حتما خیلی خوشحالی که فردا روز تولدته. تمام دوستات میان اینجا و حسابی خوش میگذرونی، کلی هم هدیه و کادوی تولد گیرت میاد. کاش که تولد من بود و این کادوها مال من میشد. حواست کجاست پسرم؟ بلندشو مسواک بزن که از وقت خوابت گذشته، فردا کلی کار داریم، تو هم باید به بابا کمک کنی. پاشو بسرم. باشه بابا. آخ جون فردا روز تولدمه، یعنی بابا چی میخواد برام بگیره؟ یه ماشین برقی، شایدم یه تفنگ یا یه دوچرخه. حرف بزن. خب سینا جان ببینم جشن تولد خوش گذشت؟ آره بابا جون خیلی خوب بود، هدیتونم خیلی قشنگه. اما من امشب غیر از اون کادویی که بهت دادم یه هدیه دیگم برات دارم عزیزم. راست میگی بابا، اون چیه؟ اینم کادوی مخصوص برای سینا پسر گلم. مطمئنم نمیتونی حدس بزنی اون چیه. اسباب بازیه؟ آره. نه. خوراکیه؟ نه اینم نیست، مگه اینکه تو یه وقت عوض کنی و بخوریش. یه دستگاه بازی رایانه‌ای. بازم اشتباه کردی. داره تکون میخوری. نکنه یه هیونه داخلش بشه یا یه اشتباه. مواظب باش. من نمیترسم، بازش میکنم. آره وای یه عروسک لاک پشت. چقدر شبیه لاک پشت واقعیه. وای این که عروسک نیست، یه لاک پشت واقعیه. بله یه لاک پشت دوست داشتنیه، فردا براش تو حیات یه خونه خوشگل درست میکنی. خب بگو ببینم اسمشو چی میخوای بذاری؟ ها لاکی، اسمشو میذارم لاکی. چطوره؟ لاکی خوبه. میتونم امشب لاکی رو توی اتاقم نگه دارم؟ خب تا براش یه خونه تو حیات درست میکنم. آره ای کاش به جای تو بابام به هم یه دوچرخه میداد. حسن تو به چه درد میخوری ها؟ همش یه جا میشینی یا سرتو میکنی توی لاکت. لااقل اگه میتونستی مثل زاغی حرف بزنی خوب بود، اون وقت از تنهایی در میومدم و میتونستیم دوستای خوبی برای هم باشیم. صبح بخیر مری جان. او بالاخره بیدار شدی. آره خوبه، تبلی اصلا کار خوبی نیست. چیه مگه دانا یه لاک پشت خوش سرزبون ندیدی؟ چرا اینجوری نگاه میکنی؟ ببینم مگه خودت نمیخواستی من بتونم حرف بزنم تا با هم دوست بشیم؟ تو هم میتونی حرف بزنی. من فکر کردم که فکر کردی که فقط زاغی میتونه صحبت کنه.
زاغی دیگه کیه؟ خب منو بگه دیگه، من دوست سیرم، دوست دیگه هم نمیخواد، تو میتونی بری، بفرما برا. ای زاغی جون، این لاکیه، هدیه تولد من از طرف بابا جون. ببینم، چیز دیگه نبود که بابات باید لاک باشد یه داد. آخه این به چه دردی بکنه ها؟ خوار خوار نه مثل من خوشتیفه، نه مثل من میتونه پرواز کنه. اصلا بگو ببینم تو به چه دردی بخوری، چه کاری ازت برمیاد؟ من یه لاک پشت معمولی نیستم، من کارهای جالبی میتونم انجام بدم که تا حالا ندیدی. همینطور چیزهای زیادی میدونم که شاید شما ندونید، یا جواب خیلی از سوالا رو. من که فکر نمی کنم غیر از خوردن و خوابیدن کار دیگه یه بلد باشی. سب کن ببینم چه کاری میتونه انجام بده، شاید راست بگه. خب بهتر از خودم شروع کنم. اصلا ببینم، تو هیچ میدونی لاک پشتا چه موجوداتی هستن؟ چه غذایی میخورن و کجا زندگی میکنن؟ خب مطمئنم که نمیدونی. تو چی زاغی؟ تو میدونی؟ خب واسه چی باید بدونم ها؟ بذار توضیح بده، من میخوام بدونم که سلام، ببخشید فینا خونن؟ سلام شایان، برای تو اتاقشو بفرم، میتونم برم پیشه؟ لکی جون صف کن، مثل اینکه دوستم شایان اومده، بذار تا بیاد اونم تو رو ببینه. سلام سلام، آقا شایان اومد. سلام شایان. سلام سینا. سلام زاغی جون. سلام شایان، من لاکی هستم. وای خدا، این دیگه چیه؟ این دوست جدیدم لاکیه، الان میخواد راجع به خودش یعنی لاک پشتا برامون یه چیزی بگه. اول بذار اینو پیداش کنم، کجا گذاشتمش؟ ها پیداش کردم. این دیگه چیه؟ مسخره است. این چوب با بقیه چوب با فرق میکنه بچه ها. حالا خودتون میبینید. یعنی چی میخواد بگه؟ میخواد سخنرانی کنه. خب چی میخواستم براتون بگم؟ آها یادم اومد. شبرا وای خدا جون چه جالبه، مگه نه؟ حالا خوب گوش کنی بچه ها، تو براتون توضیح بدم. ما لاک پشتا به دو نوع آبی و زمینی تقسیم میشیم. لاک پشتای آبی در دریاها و اقیانوس ها زندگی میکنن و لاک پشتای زمینی هم روی زمین زندگی میکنن. لاک پشتا حسای قوی دارن، مثل حس بینایی که همون دیدنه، و حس لامسه، یعنی اون چرا که میشه لمس کرد، مثل زبری و نرمی، حتی گرما و سرما، و حس چشایی، مثل حس کردن مزه از طریق زبون. البته حس شنوایی لاک پشتا خیلی قوی نیست. لاک پشتا معمولا همه چی میخورن. یه نوع از لاک پشتا شکارچی خیلی خوبیه و زیر آب ماهی، قورباغه و حتی اردک شکار میکنه. لاک پشتای زمینی دارای پوشش صدفی هستند که مثل یه جعبه استخوانی محکمه و در مواقع خطر از اونا محافظت میکنه. نکته جالب در مورد لاک پشتا طول عمر بالای اوناست که بعضی از اونا از 120 تا 200 سال عمر می کنن. لاک پشتا از نظر اندازه با هم فرق دارن. بزرگترین لاک پشت یه لاک پشت دریاییه که حدود 450 کیلوگرم وزن داره. خب بچه ها، شما در مورد ما لاک پشتا چیزای زیادی یاد گرفتید. وای خیلی عالی بود، بهتره برم به بچه ها بگم که چه دوست جالبی داره. خیلی خب دیگه من رفتم، آه ای بی وفا، دیگه منو فراموش کردی. راسته که میگن نو که بیاد به بازار کنه میشه دلازار.